کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر به ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان که بیشتر اعضای آن را مسئولان ارشد امارت اسلامی تشکیل می‌دهد، نخستین نشست خیش را برگزار کردند. با گفته معاون سیاسی رئیس الوزرا، مبارزه جدی با مواد مخدر درمان معتادان و ایجاد معیشت جایگزین یکی از اهداف اصلی این کمیسیون است. نوشایی تکی چه دی اسلامی احکام و لمخی حرام او دی اسلامی امارت دی قوانین و لمخی منع دی هیچ چه تا دی نشایی توکو دی کخ، تولید او قاچاق اجازه نشتا. پا تیر و دره کالو که اسلامی امارت دی نشایی توکو پر وران دی جدی مبارزه وکړه او پر طول افغانستان کی دی نشایی توکو دی کر او تولید مخوانی ولا. در این حال مسئولان وزارت‌های داخله و دفاع بر همکاری مشترک برای مبارزه با مواد مخدر اطمینان داده می‌گویند که در این بخش با هم به شکل فعال همکاری می‌کنند. د نشایي توکو په وړاندې دومره زیاتې لاسته راوړنې یقیناً چې په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت لوی پرمختګ دی. خو د دې پرمختګ معنا دا نه ده چې موږ نور بالکل د دې بشري آفت لشاره ژغورلی شوي یو، بلکې لا هم موږ په دې برخه کې په داخلي او نړیواله سطحه پوره همکاری او همغږۍ ته ضرورت لرو. د کوکنارو د ماتولو یا د نشیي توکو د منځه وړلو په هر برخه کې چې وي، موږ او ملي دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت سره په دې برخه کې مرسته کوو او اوژه په اوژه ورسره دریږو. در این حال مسئولان می افزایند که در کنار مراکز درمان معتادان در کشور، سایر مراکز صحی بیشتر شده و نیاز به بررسی جدید در این زمینه است. در عام روغتیا وزارت چه در معتادین و در درملن به برخه که کار کهی، اس محال در حیوات پا کچه شپگو یا معتادین و در درملن مرکزون لری. چه در دی جملی سخت سلوش پیتا در دولت تر چتر لاندی او دولس مرکزون در موسسات و در طرف تمویلیگی. دغه مرکزونه چې د سیاتیامې مربوط دي په هغو کې تقریبا 3000 معتادینو ګنجایش په ټول افغانستان کې یو اتیا مرکزونه لري یا څه بالا چې په هغو ټولو کې 3000 معتادین ځای پر ځای کېدلی سوه. نو موږ په دې خاطر چې د معتادینو تعداد ډېر زیات دی، 12 مرکزونه مو نور په افغانستان کې ایجاد کړله چې په هغو کې تقریبا 1,200,000 معتادین موږ راټول کړي دي. مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر میگویند که از زمان صدور فرمان منع مواد مخدر از سوی امیرالمؤمنین حفظه الله تا کنون 78,000 عملیات انجام شده که طی آن 20,000 نفر دستگیر شده و 1,459 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب و از بین برده شده است و همچنان 6,000 تن انواع مواد مخدر را از بین برده و 37,000 هکتار زمین را از موجودیت خشخاش پاکسازی کردند.